در راه روی زندان، هم از وقتی که از سلول به محل شکنجه میبرن، از هر قسمتی از اوین، همیشه میشه به همون مقدار که زیر پا رو دید آدمهایی رو دید که در دو طرف این راه رو روی زمین افتادن، و اگر خانم هستن روشون یا روی سرشون حداقل یک چادر سیاهشون رو انداختن، و پاهای اینها گاهی اوقات تا زانو باند پیچی شده بوده، و اغلب من دیدم که از اون باند پیچیده هم خون بیرون زده. وقتی که روی شکنجهی که دیروز یا چند روز پیش با اون کابلها به کف پا زدند یا به هر جای بدن دوباره میزنن، معمولا دیگه پایی که اون همه ورم کرده میترکه. اینها رو چون هنوز اطلاعاتشون رو فکر میکنن، اطلاعاتی دارن یا مطمئنن و هنوز لازم دارن که زنده بمونن، اینها رو در جای کوچکی که اسمش بهداریه اوین هست میبرن و باند پیچی میکنن. اما وقتی که روی اون باند ها میزنن دوباره کابل رو، معلومه که خونریزی میکنه. من در سلول بند دوی اوین که بعد از پایان بازجویی ها و شکنجه های اصلی بود، سلول 6 در 6 متر 6 در 5 متری که ما همیشه بیش از 70 نفر بودیم در زمان شاه، همین سلول ها از همون موقع باقی مونده، این برای حد اکثر 6 تا 8 نفر بوده. در اونجا من زندانیانی رو دیدم که یا پوست کف پا یا انگشتانی رو در واقع قطع کرده بودند از پا، برای اینکه اونها دچار قانقاری شده بود، در واقع سیاه شده بود، و چون هنوز لازم داشتن این زندانیا رو، مدتی بازجویی از اونها و شکنجه رو تعطیل کردن، بازجویی هم میکردن اما شکنجه رو تعطیل کرده بودن تا اینها بتونن که در همون بهداری که هم از دکتر و پرستارش همه از زندانیان بودن، بتونن که اون قسمت های مرده گوشت بدن رو یا انگشتان رو جدا بکنن و بانداج بکنن. تا من البته وقتی دیدم که خب اینها میتونستن که کمی راه برن، بعضیا بانداژی دیگه نداشتند، ولی پوست پا در واقع پوستی نبود و انگشت ها هم که معمولا دو انگشت کوچک پا بود قطع شده بود، در واقع دیده میشد. اما ظاهراً اینهایی رو که در اون موقعیت هستند میفرستند به سلولای انفرادی که در اونجا در واقع تحت فشار بیشتری باشند تنها، و بتونن که در واقع باز هم بازجویی رو
ادامه بدن. در مورد اونهایی که به نظرشون کارشون باهاشون تموم شده بود و نیازی نبود، این بانداج ها یا این جراحی ها، جدا کردن بخش های مرده، زندانی انجام نمی شد و بعضی می گفتند که در سلول انفرادی می گذارند تا اینها بمیرند، بعضی ها می گفتند که جزو تیرباران شده ها هستند به همون شکل درازکش، و بعضی ها می گفتند که اینها رو در گورهای دست جمعی دفن میکنند. دوایی به اونها داده نمیشد، غذایی بهشون داده نمیشد. اونهایی که رو که میخواستن زنده نگه دارن هنوز این شکنجه ها رو نه با کابل بلکه با شلنگ پلاستیکی انجام میدادن. تفاوتش در این هست که شکنجه با شلنگ زخیم پلاستیکی مثل شلنگ آب دیرتر باعث می شد که مردن سلول ها و پارگی پوست و غیره انجام بشه، و اما درد همچنان ادامه پیدا می کرد. من تمام قسمت پشتم، پیرنم هم پاره شده بود، تمام قسمت پشتم و کف پام شدیداً ورم کرده بود و مخصوصاً روی پاهام نمیتونستم که راه برم، اما روی همون پاها رو لگد میکرد این شکنجه‌گر و اون دیگری با پوتین به پشتم. وقتی که سوزن فرو کردن زیر ناخونها و من وقتی بهوش اومدم خودم و هنوز بسته به تخت دیدم و یادم نیست پاهام هم بسته بود یا نه، در کنار تختی که من رو به اون بسته بودن در سمت راستم تخت دیگه ای نبود، دیوار بود، و در اونجا هیچ وقت یادم نمیره که مدتی که مشغول کارهای یا شکنجه دیگران بودن، من نمیدونم برای چند لحظه یا چند دقیقه از چشمند رفته بود روی پیشونیم، در واقع دیواری رو دیدم که پر از خون خوش شده، قطعه های کوچک و بزرگ گوشتای در واقع چسبیده به دیوار در اونجا بود. این در حالی بود که ما شنیده بودیم که اونجا با نمک و کلور هر هفته شسته میشه، هم دیوارها هم زمین. یکی از زندانی ها رو برای من تعریف میکرد، میگفت به بخش دیگری از این شکنجگاه بردند که معمولا من از کس دیگه ای نشنیدم و ماها رو نمی بردند. در اونجا این قطعه های گوشت بدن انسان و خون به طرز وحشتناکتری بود و در گوشه‌ای پر از این سرپایی‌ها یا دمپایی‌ها بود. تماماً زندانیان باید دمپایی‌های پلاستیکی قهوه‌ای رنگی که بهشون می‌دادند رو
به پا می کردن که من اصلا مدتی نداشتم و پا برهنه در واقع در اونجا بودم. و بعد هم همه اینها نمره های بزرگن، همه دمپایی ها، و علتش هم معلومه، برای اینکه به قول شکنجگر اولین بار که با من صحبت کرد پرسید که شماره پا چنده، و چون من اون موقع کفش و دمپایی در پام نبود و فکر کردم که لابد اینجا خب یه چیزی میخوان بدن که من پام کنم، گفتم که نمره 40. گفت خب الان میریم پایین میشه نمره 60. برای همین دمپایی ها همه بزرگ بودند و همه به یک رنگ و یک شکل بودند تا اونجایی که من دیدم. سلولای انفرادی 209 که در زمان شاه آلمان ها ساخته بودنش، توالت فرنگی هست از جنس استیل، آهن و یک دستشویی یا روشویی بسیار کوچیک با یک شیر آب سرد، یک پتو هست برای اینکه به زیر بندازه، گاهی اوقات چیزی پیدا میشه، تک ابری چیزی که زیر سر آدم بگذاره، بسیار کثیف، اما اکثر موقع ها اون هم نیست و سلول انفرادی 209 البته حتی برای یک نفرم بسیار کوچکه. ما مدتی 5 نفره در اون سلول ها بودیم. زمان خمینی و به عنوان دادستان انقلاب اسلامی مرکز لاجوردی و رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی مرکز آیت الله گیلانی، در سال 61 به بعد شروع شد به ساختن سلول های انفرادی بسیار زیادی. در زندان گوهردشت که رجایی شهر خودشون بهش میگن، هم سلولای انفرادی بیشتر ساخته شد. در شهرستان ها هم به همین ترتیب. لاجوردی میگفت که آرزوی ما اینه که برای تک تکتون یک سلول داشته باشیم. در حقیقت این وضعیت سیستماتیک بود برای بزرگ و کوچک و زن و مرد و پیر و جوان، با اتهام سیاسی فرقی در واقع نمی کرد. آه اگر آزادی سرودی می خواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی ماند. سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده، غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.